مصطفی تاجزاده در اول آذر 1335 در تهران متولد شد. او در سال 1354 دیپلم خود را دریافت کرد و راهی خارج از کشور شد. با ورود به آمریکا، به رغم اینکه هزینه تحصیلش را از دولت وقت دریافت می‌کرد، مانند بسیاری دیگر از دانشجویان، ضمن تحصیل در رشته مهندسی مکانیک فعالیت‌های خود را علیه حکومت پهلوی پی گرفت و به همراهی تعدادی دیگر گروه فلق را تشکیل دادند. تاجزاده پس از دیدار با خمینی در پاریس تحصیل را رها کرد و به ایران بازگشت. پس از انقلاب، گروه فلق با پیوستن به 6 گروه دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ایجاد کردند. سپس تاجزاده به مدیریت کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. او در سالهای 63 تا 67 به عنوان معاون بین الملل خاتمی در وزارت ارشاد فعالیت کرد. با پیروزی خاتمی در انتخابات، در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مشغول به کار شد. تاجزاده در سال 82 مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شد و پس از استعفا با حکم محمد خاتمی مشاور رئیس جمهور شد و تا پایان کار دولت هشتم این مقام را بر عهده داشت. مصطفی تاجزاده در جریانات سال 88 بازداشت و پس از تحمل مدتی زندان آزاد شد. سپس در پی فعالیت‌هایش به 6 سال حبس محکوم شد و در اوایل سال 93 به علت نوشتن نامه‌ای از درون زندان به علی خامنه‌ای مدت حبسش 1 سال افزایش یافت. فعالیت‌های سیاسی او پس از این بیشتر از طریق انتشار نامه‌های سرگشاده و صدور بیانیه بوده است. تاجزاده در روز 5 اردیبهشت 1400 با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. تاجزاده که خود متحمل 7 سال زندان شده است، هنوز از حکومت اسلامی ناامید نیست و دل به اصلاح ساختارها از طریق صندوق رأی بسته است. صندوقی که به نمادی از مشروعیت نظام تبدیل شده و خواست مردم را نمایندگی نمی کند. شعارهای پیروی از قانون، بازگشت به قانون اساسی و سعی در بی‌طرف جلوه دادن علی خامنه‌ای امروز دیگر کارکرد چندانی ندارند و نظام نیز دیگر به چنین افرادی برای استمرار حکومت خود نیاز و اعتماد ندارد. در نهایت صلاحیت مصطفی تاجزاده توسط شورای نگهبان حکومت تایید نشده و تاجزاده نیز مانند دیگران به حکم حکومتی تن در داد.